به نام خدا، سلام خدمت همه شما مخاطبین عزیز چینل یوتیوب سلیم مقیمی. خوش آمدین به یک دیگر از ویدیوهای ما. امیدوارم که حال همه شما دوستان عزیز و ارجمند خوب باشه. عزیزان، در روزهای اخیر شما عزیزا در کامنت ها و پیام های مختلف سوالات مختلفی را پرسان کردین و در این ویدیو میخوایم که به سوالات شما عزیزا پاسخ بدم و اسم ویدیو رو میگذاریم پاسخ به سوالات. و ای که سوالات مختلفی در روزهای اخیر مطرح شده در مورد کار ما در هرات و چینل یوتیوب سلیم مقیمی، که دوست دارم یک معلومات کلی داشته باشم تا ای که قضیه برای همه شما عزیزا و شما مخاطبایی که چند سال میشه گزارش های من از هرات دنبال میکنین در واقع روشن بشه مسائل مختلف. یک سوالی که در روزهای اخیر هی میپرسن در کامنت ها یا در از طریق پیام که در واقع میپرسم از من از فیسبوک و از واتساپ و شبکه های اجتماعی، ای که آیا واقعا این چینلی که ساخته شده خود سلیم مقیمی مدیریت میکنه یا ای که یک چینل فیکیه که با نام سلیم مقیمی ساخته شده؟ در پاسخ به این سوال باید بگم که در واقع این چینل رو خودم ساختم برای از این که در کنار گزارش هایی که روزمره شما از چینل های تلویزیون آریانا تماشا میکنیم، گزارش های مختلفی در این چینل هم فرصت بشه نشر بکنم، منتشر بکنم تا ای که زمینه از این بیشتر فراهم بشه تا شما را در جریان قصه ها و تحولات مختلفی که در ولایت هرات اتفاق میفته قرار بودم. و در واقع هدفم بیشتر ای است که در این چینل و این چینلی که خودم ساختم و خودم ایر مدیریت میکنم، تلاش شما بیشتر ای باشه که در کنار گزارش های روزمره ای که ما منتشر میکنیم از طریق چینل های تلویزیون آریانا، قصه ها و روایت های مختلف رم در این چینل منتشر بکنم. پس خیال همه دوستان راحت باشه، این چینل تنها چینل رسمی من در یوتیوب هست و از این پس سعی میکنم که برنامه ها، گزارش ها و حتی مستند های مختلف را در واقع در این چینل نشر بکنم. و سپاسگزارم که دوستا استقبال کردن و به مدت کمی روز به روز به تعداد دنبال کننده ها و سابسکرایبر های این چینل افزوده میشه و اضافه میشه، که باعث افتخار در واقع و خیلی خرسندم که عزیزا محبت دارن نسبت به کارهایی که من در هرات، کارهای رسانه‌ای که انجام میدم و همیشه کارهای ما را دنبال میکنن و تعقیب میکنن. خب این توضیح بود در کل در مورد این مسئله که مدیریت چینل به دست کی، نه به دست خود منه. خیال شما از این جهت کاملا راحت باشه و تا بال اگه سابسکرایب نکردیم همین لحظه سابسکرایب کنیم و چینل با دوستای مختلفی که داریم امرسانی کنین از طریق شبکه های اجتماعی تا ای که یک بار دیگه به تعداد مخاطبین ما افزوده بشه و از این طریق هم در خدمت شما خوبان باشیم و بتونیم که گزارش ها و ویدیوهای مختلفی رو رکورد بکنیم و منتشر بسازیم از طریق ای چینل. خب ای خو از این موضوع. مسئله دیگری که در ای چینل دارم روی کار میکنم و یکی از اهداف مهم ایجاد چینل بوده، بحث کمک رسانی و امداد رسانی هست که تقریبا دو سه سال میشه که همیشه بیننده های عزیز برای ما تماس میگیرند و پیام میدن که شما در هرات ما در واقع تو چینلی نداریم که برنامه های امداد رسانی ره پوشش بده. در واقع در کابل خب شما میبینیم که یوتیوبر های زیادی هستن که چینل های مختص به برنامه های کمک رسانی دارن، که در واقع یکی از مهمترین اهداف رسانه ها و ایجاد رسانه های اجتماعی خود کمک رسانی و امداد هست و کارهای بشر دوستانه می باشه که در کشورهای مختلف دنیا صورت می گیره، نه تنها در افغانستان. و شمایی که عموما در خارج هستین خب بیشتر شاهد این مسئله هستیم که بحث کمک رسانی و کارهای خیریه و انسان دوستانه یکی از کارهای ارزشی و معنوی هست که وظیفه همه انسانهایی که این کار انجام بدن. و ما هم بران شدیم با تیم کوچکی که فعلا دوره هم هستیم و کار میکنیم، بران شدیم که از طریق ای چینل و در ای شرایط سخت، در ای شرایط بحرانی اقتصادی که متاسفانه قشر زیادی از شهروندان هرات و در واقع مردم افغانستان
این روزا با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم میکنن و دست به گریبانن و از این طریق ما سعی میکنیم که کمپاین ها و برنامه های رو اندازی بکنیم و کمک های رو جمع آوری بکنیم و برای نیازمندترین ها و مستحقترین شهروندان خود برسانیم که هدف ما از این کار فقط و فقط بحث تقویت حس انسان دوستی هست در جامعه و کمک به انسان های نیازمند و فقیر. بیننده هایی که ما رو دنبال میکنن حتما به یاد دارن که ما در ماه مبارک رمضان سال جاری از طریق گزارش های آرینا هرات تقریبا مدت یک ماه یا مدت 29-28 روز تمام برنامه رو اختصاص داده بودیم به بحث امداد رسانی و کمک رسانی برای نیازمندا که استقبال فوق العاده شد و خوشبختانه ما طی یک ماه تونستیم که برای هزاران خانواده از طریق شما عزیزان کمک های نقدی و کمک های غذایی توزیع بکنیم و حتی به شفاخانه رفتیم، به محلات مختلف رفتیم، سر زدیم به سفره افطاری مردم و از وضعیت زندگیشان در واقع برنامه ساختیم و گزارش ساختیم، نشر کردیم و ای که استقبال بی‌نظیر بود و بعد از پخش او برنامه بیننده ها خیلی خیلی تقاضای از این داشتن و شما ایزان خواستار از این بودیم که ما باز هم ادامه بدیم و یکی دیگر از اهدافی که این چینل رو اندازی شده در واقع بس امداد رسانی و کمک رسانی به خانواده های نیازمند می باشه که در واقع از مدت یک ماه میشه که ما فعالیت رو از این چینل آغاز کردیم و زمان زیادی در واقع نمیگذره. در این مدت کوتاه هم ما چند برنامه امداد ثبت کردیم و مورد استقبال شهروندان و در واقع بیننده های ما قرار گرفت که من قلبا سپاسگزاری میکنم و تشکر میکنم از همه شما عزیزان که با حسن اعتمادی که داریم به ما همیشه زمینه از این مساعد میکنیم تا برای خانواده های نیازمند و فقیر جامعه خود در واقع بیاییم و کمک توزیع بکنیم که انشالله این پروسه را ادامه میدیم و شمای کمی لحظه به جمع ما پیوستین میشه که سرین باشیم در برنامه. ما هر هفته تلاش میکنیم مجموعاً کمک هایی که از کشورهای مختلف به دسترس ما قرار میگیره اونا را کنار هم بگذاریم که یک مبلغ بیشتری بشه و یک معمولی غذایی خریداری بکنیم یا اردوخل پاکت بگذاریم و ببریم به خانواده های نیازمند توزیع بکنیم که انشالله باز هم به یاری خدا و به توکل به خدای بزرگ این کار را ادامه میدین و با قدرت و قوت بیشتر. پس حمایت شما عزیزان را خواهانیم تا ای که سخت ما را حمایت کنیم، پشتیبانی کنیم تا ای که ما بتونیم در ای را موفق بشیم و کمک ها را برای نیازمندترین ها برسانیم. یک نکته توضیح بودم که من درک میکنم و مدت زیادی است که با بیننده در ارتباط هستیم، بیننده که در اروپا و آسیا و آمریکا و کشورهای مختلف دنیا بیننده گزارش های سلیم مقیمی هستند به ارتباطیم که خب شرایط اقتصادی عزیزار همیشه ما درک میکنیم و احسن و درود میفرستیم بر او عزیزایی که در همو کشورها هم درآمد چندانی ندارند، ثروت چندانی ندارند ولی از امو عاید ماهواره که در امو کشورها دارن یا کارمندن یا دکان دارن یا هر شغل دیگه که دارن باسن همو یه سنسان دوستیر دارن و سم میگیرن در برنامه ها و کمک ارسال میکنن که من قلبا تشکر میکنم از اونا و امیدوارم که خداوند بزرگ همیشه اونا رو سالم و تندرست داشته باشه. در چینل ما سعی میکنیم که کارهای کلیشه‌ای کنار بگذاریم و بیاییم کارهای نوتر و مدرنتر و جذابتری را انجام بدهیم. از طریق این کانال که چند گزارش که تازه آپلود شده که هر کدام شما می لحظه می تونیم بریم ببینین، ما برنامه امداد رو اندازی کردیم که از طریق ازی کمک های شما رو برای نیازمندا می رسانیم. برنامه به وقت غذا داریم که میریم غذاهای مختلفی که در هرات نوشجان میشه اونا رو به معرفی می گیریم، سر می زنیم به رستوران ها و هدف ما این است که فرهنگ غذایی افغانستان به ویژه فرهنگ غذایی هرات برای جهانیان معرفی بکنیم. اونایی که در فضای مجازی برنامه رو دنبال میکنن از طریق یوتیوب دنبال میکنن و این هدف در واقع ما دنبال میکنیم از طریق این برنامه و برنامه دیگری داریم به نام هرات گردی با سلیم مقیمی که از طریق برنامه هرات گردی در واقع سعی میکنیم خاطرات عزیزایی که
سالها میشه از شهر زیبا دور هستن، فاصله دارن، یا نظر به شرایط مختلف نتونستن به این سالها سفر بکنن به هرات باستان، میایم از این طریق در واقع بخش های مختلف هرات رو نشان میدیم و با یک شکل و یک ایده متفاوت تری و فراتر از او گزارش هایی که ما را میریم و قدم میزنیم در داخل خیابان ها و جاده های شهر هرات به مطر میشینیم و سرکار نشان میدیم و بخش های مختلفی که چی تغییراتی آماده. میفهمم خیلی خیلی شما مشتاق از این هستیم که هر لحظه با خبر بشیم که در هرات چی میگذره و چی تغییراتی در این شهر رونما شده. و یک بخش دیگر ما مستند و گزارش های ویژه. در مورد مستند بگم که خب باز انشالله یک ویدیوی مختلف و یک ویدیو متفاوتی ره متعیه میکنم حتما در مورد بیوگرافی خود خو که بیشتر با ما آشنا بشین و در او ویدیو بیشتر در مورد سابقه کاری خود صحبت میکنم که منتظر او ویدیو هم حتما باشیم. بیوگرافی سلیم مقیمی حتما برای شما نشر میکنیم در این کانال. اما در مورد مستندا بگم که من در کنار کار گزارش های شهری مستندسازم هستم که در سالهای اخیر چند مستندم ساختم، از جمله مستند خشونت های پنهان که در سال 2018 بود ساختم و بهترین مستند سال هم در اون سال در هرات شناخته شد و جایزه هم گرفت. داخل چینل هسته میشه که اگر علاقه داشتیم او رو ببینیم. کار مستندم سعی میکنیم که انجام بدیم، ولاگ هم بسازیم برای شما و گزارش های ویژه، گزارش های ویژه بسازیم که برای شما جذاب باشه، گزارش های طولانی تر با یک نگاه متفاوت تر و پرداختن از یک زاویه متفاوت تر به این مسئله. خب این مجموعا صحبت های من بود در این ویدیو. خدا کنه که تونسته باشم به تمام سوالاتی که در ذهن شما هست پاسخ داده باشم. اما از شمایی که این ویدیو رو سعی میکنیم و تماشا میکنیم خواهش میکنم که اگر سوالی داریم حتما این جیبری ما بنویسیم. اگر ببینم تعداد سوالات زیاد هست باز در یک ویدیو دیگر کامنت ها شما که در واقع آمدین سوال پرسان کردین، سوالات شما با اسم شما میخوانم و به اونا انشالله پاسخ میدم. این وعده ما با شما نه، انشالله که حتما اشتراک کنیم در این ویدیو، نظریات خور بنویسیم با ما و ای که اگر سوالی در ذهن شما هسته با ما شریک بسازیم سوالات خود که حتما انشالله به سوالات شما عزیزا پاسخ بدم که دیگه سوالی در ذهن شما باقی نمونه. یک مسئله دوم که خیلی خیلی هم مهمه، مسئله دوم که خیلی مهم و حیاتی هست، پیشنهادات شما برای از این چینل. چون در آغاز کار و در آغاز راه قرار داریم، از شما میخوایم که برای ما بنویسیم که دقیقاً شما چی دوست داریم، همون ذائقه که شما رو کیف میده چیه. گزارش بیشتر بسازیم، گزارش شهری بسازیم، گفتگو داشته باشیم با شخصیت های هرات، مثلا با هنرمندا صحبت کنیم، با مسئولان حکومتی بریم برنامه بسازیم و در واقع ویدیو برای شما تهیه بکنیم، یا گزارش های ایرادگردی ما بیشتر باشه، برنامه های امداد رسانی ما بیشتر بسازیم. شما حتما بیاییم بریم و بنویسیم ببینیم که کدو بخش شما بیشتر دوست داریم که ما در این چینل انجام بدیم و هر کدومی که بیشتر نظریات دیشتک و موافق بودن، مثلا اگر با امداد بیشتر موافق بودیم، با گزارش های ویژه شهری موافق بودیم، با مستند، با برنامه که در مورد قضا تهیه میکنیم با او موافق بودیم، با هر چی که بیشتر موافق بودیم ما بیشترین کامنت آمد برای ما در روز زمینه. حتما انشالله که سعی میکنیم در اون مورد برنامه و ویدیو برای شما تهیه بکنیم. پس امی لحظه حتما نظریات خوب با ما شریک بسازیم. پس دو موضوع شد در آخر ویدیو میگم، یکی که اگه سوالی باقیه در ذهن شما، سوالی داریم از من، سوال خوب بنویسیم بریم من انشالله در یک ویدیو جداگانه به او پاسخ میدم. و مسئله دوم که مسئله مهمی هم هست، پیشنهادات شما در مورد چینل یوتیوب سلیم مقیمی، سلیم مقیمی آفیشن، این رسمی هم گفتم که دیگه باز تقلبی نشه در فضای مجازی و این تنها چینل رسمی خود سلیم مقیمی در یوتیوب هست که میتونیم او رو دنبال کنیم، سابسکرایب کنیم این لحظه و با خانواده ما یک جا بشیم و کیف کنیم و روایت های مختلف را در واقع از هرات بشنویم، مخصوصا شمایی که از این شهر زیبا و دوست داشتنی فرسنگ ها فاصله داریم و همیشه هم قلب شما و روح شما در این شهر باقی مانده.
سپاس که ما رو همراهی کردین و تا پایان این ویدیو با ما همراه بودین. امیدوارم که خسته نشده باشیم از صحبتهایی که در این ویدیو داشتم. خیلی شما رو دوست دارم، خیلی خیلی شما دوست دارم و به عشق شما تمام این برنامه و گزارش ها ساخته میشه و سپاسگزارم همیشه از عزیزایی که از کشورهای مختلف همیشه حمایت میکنن و پشتیبانی میکنن و انرژی مثبت منتقل میکنن با کامنت ها، تماس ها و پیام هایی که برای ما میگذارم. در آخر این ویدیو و در اخیر این ویدیو تشکر از همگی. اگه سابسکرایب نکردیم سابسکرایب کنیم همین لحظه و تنها صفحه فیسبوک رسمی ما هم سلیم مقیمی هست که میتونیم اونم لایک کنیم و دنبال کنیم و اگر حرف و حدیثی بود به اونجا برای ما پیام بگذاریم و شماره تماسی هم که در پایین گیرنده ها تماشا میکنیم شماره واتساپ ما هست که تنها شماره رسمی ما میباشه. هر وقت موضوعی بود یا به برنامه امداد اگر میخواستیم وصل بشیم از این طریق برای ما پیام بگذاریم، پیام شما برای من میرسه و تلاش میکنم که به زودترین فرصت پاسخ بدم. تشکر که با ما همراه بودین و مواظب خود خیلی خیلی باشیم. هوا هم سرد شده، ایرات هم دیگه سرد شده میره هوا. خدا کنه که روزهای خوبی رو به پیش رو داشته باشیم با شما و با کل انرژی مثبت و نیت خیلی خوبی که ما شما داریم به پیش بریم و مستر خدمت باشیم برای شما و جامعه خود. خیلی شما رو دوست دارم. وقت همگی خوش. خدا نگهدار.